سلام، من امارات هستم از مونترال. بنده هم آقای موشکاف هستم، بچه خاک پاک ایران. ما از تمامی وجدانهای بیدار خواهش میکنیم که با شرکت در همیاری به سیمای آزادی کمک کنند تا صدای خلق در زنجیر من به خصوص بچه های بیگناه ایران را به گوش دنیا برسونیم. ایوالا باری کلا، ولی اونی که تو کاسه این علی گدا با هرچی آخونده گذاشتین تماشایی بود. و یک پیام هم برای آخوندها و آخوند صفتا، تو که از محنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند آدمی. اگرچه که این کودکان عزیز تو را کم ز آدم لقب دادند، ولی کن حقیقت بود آن که تو زهر گرگ و هر کرگدن هم کمی. ما اراده کردیم که سرنگون کنیم تو را. درود بر آموزو و درود بر خاله مریم. در زم $200، ما $200 به سیمای آزادی ادیه میکنیم. ماشالله، این یعنی 200,000 مشت جانانه تو فک مقام عظمای صفاحت که این روزا زیر فشار سرخوران داره پیلی پیلی میخوره. آقا گفتم زهر، خوبه بریم یه نگاهی به عوارض جانبی این تلخک تو جسم ناقص عظما بندازیم. به قول دکترا ساید افکت اون رو موشکافی کنیم. اولین عارضه جام زهر کاهش قیمت و دوپولی شدن تو چشم خریداره. مصاحبه شبکه خبری CNN آمریکا با رئیس جمهور دو حاشیه قابل تأمل هم داشت. یکی این حاشیه، دوم هم کوشش غیر رسمی مجری برنامه در مصاحبه با رئیس جمهور کشورمون بود. روال بر اینه که مصاحبه هایی در سطح رئیس جمهور با لباس رسمی انجام بشه. حتی در میان برنامه ای که از قبل ضبط شده بود و در این مصاحبه پخش شد، لباس مجری رسمی بود، اما در خود مصاحبه مجری از لباسی غیر رسمی و کاملا ناهماهنگ استفاده کرده بود. یکی دیگه هزیان گفتنه که متخصصش بزغاله شیخ پری، یعنی ممجواد زخیمه. این بابا همزمان با ریختن زهر تو حلق ولایت و چیدن دم به عظما تو سایت های اتمی، افه خرکی میاد که بله چیزی رو جمع نمی کنیم. آقای ظریف گفت آنچه ایران قبول کرده توقف غنیسازی بیش از 5% است، اما هیچ سنتریفوژ یا تجهیزاتی را بر نمی چینه. Iran, as it be, is not to enrich above 5%. We did not agree to dismantle anything. اما رو دست همه این یارو صالحی خرمهره اتمی عظماست که پالون دوجداره اصلاحات و اصولگرایی رو تنش کرده و فکر میکنه میتونه هم از توبره بخوره هم از آخور. تلاش میکنه وضعیت اتمی و حق مسلم 30 ساله نظام رو اینطوری ماسمالی کنه. اصلا الان جای انتقال آب سنگین برای ریاکتور عراق نیست، به خاطر اینکه هنوز ریاکتور تمام نشده. اصلا کل مجتمع سوخت که ما ساختیم تا حالا 11 مجتمع، اون 150 مجتمع میخواد. از ضرورت نداشت که ما اون مجتمع ها رو منتقل بکنیم. اگر ما 20% رو تعلیق کردیم چیزی رو از دست ندادیم. پس اون همه حق مسلم و دادار و دودور فناوری و خودکفایی صابون بود که عظما خورد کردی؟ آبشار ازش بپرس. این 12 تا آبشار آیا در طی این 6 ماه کار نخواهد کرد؟ کار ببینید، این 12 تا آبشاری که در فردو هستن هیچ وقت کار نمی کرده. راستی از حال اونی این است که گویی ریاکتور آب سنگین عراق داره کار میکنه، الان متوقف شده. نه، ریاکتور آب سنگین عراق هنوز تمام نشده کارش. چیزی رو توی 6 ماه دست میدید. تو از دست نمیدی، ولی اون عظمای در و داغون که زیر فشار داره صاف میشه چی؟ عرض نکردم از عوارض زهر هزیان گفتنم هست؟ خب بازم بنال ببینیم. ضمناً پذیرفتیم تو این 6 ماه چند تجهیزات عمده رو نصب نکنیم. یکی پمپ‌های اصلی مدار اولیه است، یکی اتاق کنترل، یکی هاتسل. اینا رو ما پذیرفتیم که انجام ندیم، که اصلا برخی از اینا تو این 6 ماه جای انجامش نبود. توجه میکنید؟ یعنی اون چیزی هم که قبول کردیم فرض میکنیم اصلا یه همچین تفاهم نامه ای نبود.
ما اصلا برخی از این تجهیزات رو تو این شش ماه اصلا ما نصب نمی کردیم، چون که مراحل دیگری رو باید طی بکنه این ریاکتور تا این که برسه به نصب این تجهیز. یعنی ما اگر قصد واقعا استحصال پلوتونیوم داشته باشیم 10 سال دیگه این پلوتونیوم حاصل میشه. از حالا اینا دارن میگن که شما 10 سال پیشکش. آقا به این میگن عوارض زهرخوری. زوار نظام در رفته با علیگدا اینجوری باز صورتش سرخ نگه داره، ولی نیازی نیست، هموطنای گل خودم صورتش سرخ سرخ بلکه کبودش میکنن. از اتاق فرمان میگن تلفن‌های همیاری شروع شده، کوتاه کن ای به چشم، چون که شمایی، وگرنه تا پنبه نظام رشته نکنم دست بر نمیدارم. آقا بفرما، آنتن دست شما، بزن زنگو. Oh,